سلام، شما مارکس خفن، خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه. امروز توی این ویدیو در مورد فیز جدید کاتاکالیسم کلاسیک میخوایم صحبت کنیم. امروز داره تو روز دوشنبه این ویدیو ریکورد میشه و منتشر میشه. فیز جدید کاتاکالیسم کلاسیک، سیزن جدید کاتاکالیسم کلاسیک میشه حدودا فردا، یا میشه گفت پس فردا چهارشنبه صبح تو ریست هفتگی ما فیز جدید کاتاکالیسم کلاسیک رو میبینیم. پس واقعا چیزی نمونده که تا کاتا بیاد، فقط یه روز مونده تا اومدن کاتا. تو این ویدیو میخوایم بریم ببینیم که خب چه کارهایی رو باید انجام بدیم که خودمون واسه کاتا آماده بکنیم و این که اصلا ارزش داره یا نه. اول از همه میخوام به این سوال جواب بدم، سوالی که خیلی از من پرسیده میشه: آیا فیز دو کاتاکالیسم کلاسیک ارزش داره 14K بخوایم بیایم بازی کنیم واسه درآمدزایی، واسه اشغال، واسه فارم، واسه همه چی؟ بعد بهتون بگم که نمیشه واقعا به این سوال هنوز جواب داد. چیزی که میتونیم منطقی بگیم اینه که خب داره یه فیز جدید میاد، یه سیزن جدید واسه کاتا داره میاد، رید جدید داره واسه میاد، رید فایرلنگ یکی از بهترین رید های کاتاه و قاعدتا باید قیمت متریال بره بالا، مثلا بوست جی دی کی پی رید جدید باید خیلی خوب باشه و باید کلا وضعیت فارم و وضعیت پلی دادن توی کاتاکالیسم کلاسیک باید متحول شه، چون سیزنش داره میاد. خب ولی نمیتونیم 100% بگیم که خیلی تاثیر میتونه داشته باشه و خیلی متحول میشه کاتاکالیسم کلاسیک، چون جدیدا تو نسخه ریتل تولدی 20 سالگی ورلد اف وارکرافت اومده، ایونت هالووین اومده، ایونت دارکمون اومده، کلی کانتنت اونور اومده و خب خیلی از پلیرها، شاید پلیرایی که هم توی ریتیل کیلو دارن هم توی کلاسیک، شاید دلشون نخواد الان برگردن و کلاسیک بازی کنن، شاید ترجیح بدن که فعلا توی نسخه مدرن بمونن و خب تولد 20 سالگی ورلد اف وارکرافت اونجا تجربه بکنن. واسه همین نمیتونیم با قاطعیت بگیم که چقدر میتونه سیزن جدید خوب باشه، ولی میتونم با قاطعیت اینو بگم که قطعا وضعیتش از چیزی که قبل سیزن بوده بهتر میشه، چون بالاخره سیزن تاثیر داره. حالا تاثیرش چقدره نمیتونیم بگیم هنوز. من خودم هم سیزن جدیدو بازی میکنم، هم ازش ویدیو میذارم، هم لایو استریم میکنم. پس میتونید لایو استریم های منو دنبال کنید، ویدیوهای آینده منو دنبال کنید. اون موقع که خودم تستش کردم میتونم با قاطعیت بیشتری میام بهتون بگم که آقا چطوره، خوبه، بده، چقدر در میاد، چقدر در نمیاد. پس چنل سابسکرایب کنید واسه ویدیوهای آینده. بعد از این میریم سراغ این که خب ما چیکار باید بکنیم که خودمون واسه فیز جدید کاتاکالیسم کلاسیک آماده کنیم. باید بگم که بچه‌ها من خودم خیلی پلیر کلاسیک هاردکوری نیستم، خیلی کم کلاسیک بازی میکنم، ولی سعی میکنم که تا جایی که خودم میتونم اطلاعات جمع کنم به شما هم اطلاعات بدم و ویدیوهای مفید براتون درست کنم. ولی از همین اول بهتون پیشنهاد میکنم اگه میخواید که در مورد کاتا و نسخه کلاسیک اطلاعات بیشتری داشته باشید، میتونید کانال میلکی وی وو رو دنبال کنید که تخصصی در مورد نسخه کلاسیک ویدیو میذاره. اولین چیزی که میخوایم در مورد صحبت کنیم یک پست هفتگی ووهده که اومده گفته آقا کارهایی که قبل از رید فایرلند و فیز جدید کاتاکالیسم کلاسیک رو باید انجام بدید. من طبق این میخوام برم جلو. اول از همه میگه که وقتی که فیز جدید بیاد یه سری کوست های دیلی میان، کوست های دیلی مولتن فرانت که به شما بچه ها این کوست های دیلی آیتم های خیلی خفنی میده، همونطور که میبینید فینگر 365 میده، ترینکل 365 میده، دو مدل پت و توی میده و خیلی خیلی آیتم ها میتونه بهتون کمک کنه که هیروتون قوی تر شه، فول تر شه و دیگه از این آیتم بهتر مگه داریم آجی واسه یه کوست. خب و خب پس این شما این ریواردا رو شما تو فیز جدید میتونید بگیرید از کوست های دیلی مولتن فرانت. نکته مهمی که داره اینجا نوشته اینه که شما واسه این که این کوست های دیلی مولتن فرانت پس فردا که داره فیز جدید میاد براتون باز بشه، قبلش باید یه سری دامنه کوست رو توی مانت های جال زده باشید. دامنه کوستی که با کوست پروتکت دی ورد تری شروع میشه و عرضم به حضور شما با کوست اسیسینز میراکل تموم میشه. خب میبینید که این کوست اسیسینز میراکل که این قسمت از مانت های جال میتونید بگید و این قسمت هم کامپلیت میشه. شما بعد بیایید توی مانت های جال، بچه دقیقاً اینجایی که من هستم که از استون ویند و اوگریمور بهش تلپورت داره. خب اول که اصلا باید هیرو لول 85 گیرید، یادم رفت بگم اول باید یه هیرو لول 85 گیرید اگه 85 ندارید. من خودم هنوز هیرو 85 است، باید 85 ش کنم. بعد که لولتون 83 84 شد، از 80 گذشت، به شما دسترسی به مپای کاتاکالیسم کلاسیکو داد، بیایید تو مانت های جال کوست اولی که بهتون میده رو بزنید و دامنه کوست های پروتکت دی ورد تری رو کامپلیت کنید انقدر تا برسید به کوست اسینا میراکل. و وقتی که این کوست رو بزنید از اون به بعد تو فیز جدید کوست های دیلی براتون باز میشه. برای مثال خود من بچه اونجا میبینید مثلا تو کوست پروتکت ورد تری این قسمت یه سری کوست های دامنه وار رو ورده، مثلا کوست شماره 4ش وار آن دی توایلایت همره
و منم دقیقاً سر این کوست وارد تو آن توالت همرم فعلا کوستشو نزدم، خودم میخوام کوستاشو بزنم تو لایو استریم. اگه دوست داشتید به لایو استریم من سر بزنید تو توییچ و تو یوتیوب، لینکش تو دیسکریپشن براتون میذارم. پس این کاریه که باید بکنید، بیاید تو مایند هایجال دامن کوستی که براتون مشخص کردم و کامل بزنید که وقتی که فیز جدید میاد دسترسی داشته باشید به اون دیلی کوستای جدید که خیلی مهمه. نکته بعدی که اینجا گفته الان همه درگیر تولد 20 سالگی ورد فارکی رفتن و فعلا پلیر خیلی زیاد تو بازی نیست تا خود فیز بیاد، واسه همین مپا خلوت‌تره، شما راحت‌تر میتونید ریل باس ها رو پیدا کنید و بکشید. واقعا نکته طلایی گفته بچه ها. اینجا توی این صفحه از وفد جای سری از ورد باس ها و لوکیشنشون و چیزایی که دراپ میکنن رو نوشته، لینک این قسمت از وفد رو سعی میکنم تو دیسکریپشن بذارم. نکنید مثلا گفته آقا باس آکماهت تو اولدوم، این قسمت از اولدوم برید بگید اگه پیداش کنید بکشیدش، یا برای مثال مثلا این باس گار توی مپ مانتایجال این پایین پشت مولتنکور میتونید پیداش کنید بکشیدش، یا خیلی از ورد باس های دیگه که جاهای مختلف هم. مثلا ورد باس جولکاندوم که توی توغلت هایلند این بالاش هست. چرا داریم در مورد اینو صحبت میکنیم؟ چون الان مپا خلوت‌تره و شما راحت‌تر این رید باس رو میتونید پیدا کنید و بکشید. این رید باس هم جایزه های واقعا خفن و به درد بخور دارن، از کلی پترن و دیزاین و فرمول و کلی آیتم های با آیتم لول 359 و کلی چیزایی که واقعا به دردتون میخوره. حالا من پیشنهادم به شما اینه که ادان ریر اسکنر رو بریزید، حتی اگه نمیخواید به این قسمت از وفت سر بزنید، ادان ریر اسکنر رو بریزید که واسهتون جای رید باس ها رو مارک کنه و توی این تایم که هنوز فیز نیومده و مپای خورده خلوت داره برید رید باس ها رو فارم کنید، چرا که نه. نکته بعدی که گفته آقا برید رپوتیشن فارم کنید توی کاتاکالیسم کلاسیک، که نکته بدی نیست. خب با فکشن های کاتاکالیسم کلاسیک گفته برید رپوتیشن جمع کنید. نکته مهمی که هست اینه که خب اگه از قبل رپوتیشن جمع کردید و مثلا یه خورده مونده که رپوتیشنتون فول شه، خب بید با فکشن رپوتیشن بگیرید. ولی اگه مثلا من اصلا سراغ رپوتیشن فارم نرفتید، توی این یکی دو روزی که مونده وقت نمیکنید رپوتیشن رو فارم کنید، ولی به هر حال نکته مهمیه که میشه در نظر گرفتش. نکته بعدی هم که اینجا گفته برید گلوری رید رو بگیرید. گلوری رید بچه به نظر من کلن بیخیالش شید، چون خیلی سخته، به این سادگی نیست، و اگه گلوری رید رو بگیرید این مانت زیبا رو به شما میده، مخصوصا الان که اصلا پلیر نیست که بخواید باش به رید رو بزنید، مگه اینکه توسط GDKP گروه های GDKP و با پرداخت گلد بخواید به گلوری رید رو بگیرید. ولی به هر حال نکته مهمیه، چون وقتی فیز جدید بیاد فکر کنم دیگه با اومدن فیز جدید دیگه نمیشه گلوری رید قبلی رو گرفت، یا حداقل دیگه گروهاش شما پیدا نمیکنید که بخواید به گلوری رید قدیمو بگیرید. این توی این تایم به گرفتن گلوری رید جدیدم، گلوری رید ریدی که الان هستم فکر بکنید، ولی به نظر من همون تمرکزتون رو بذارید رو زدن کوست هایی که نیازه بزنید و زدن رید باس هایی که الان خیلی راحت میشه تو مپ فارمشون کرد. بعدش هم دیگه فیز جدید بیاد ببینیم چطوریه دیگه. هم فیز جدید رو تستش میکنم، هم ازش لایو استریم میذارم، هم ویدیو میذارم. اگه آش دهن سوزی باشه حتما در موردش ویدیو میذارم. کانالی که در آینده تو کانال منتشر میشه رو دنبال کنید و به لایو استریم های من سر بزنید. کلیکسیا.